نفرین خانواده وینچستر، درود به همه. من سایلا هستم از کانال اسرار ماورا. امروز داستان واقعی نفرین خانواده وینچستر رو بهتون میگم. سارا وینچستر در دهه 80 میلادی در خانه بزرگ در مزرعه‌ای در کالیفرنیا زندگی میکرد. او دچار یه بلای روحی یا به تعبیر خودش یه نفرین شده بود که به نفرین خانواده ثروتمند وینچستر معروفه. سارا می گفت روح تمام افرادی که با اسلحه وینچستر کشته شدن به سراغش می رند و آرامش ازش گرفتن. پدرش مخترع و سازنده اسلحه وینچستر بود. اسلحه‌ای که مخوف و بسیار خطرناکه. این نفرین زمانی شدت گرفت که همسر سارا مرد و سارا مجبور شد به تنهایی در عمارت بزرگی در شمال آمریکا زندگی کنه. طبق ادعای او روح افراد مرده به سراغش می رفتند و این روحها روز به روز تعدادشون بیشتر می شد. سارا صدای ارواح رو می شنید و گاهی هم اونا رو می دید. ارواح ازش خواسته بودند که داخل اتاقهای عمارت ساکن بشند و اتاقهای جدیدی برای ارواح جدید که می اومدن باید ساخته می شد. سارا شبها در حالی که لباس بلندی به تن داشت، شام مفصلی روی میز غذاخوری بزرگی که اونجا بود میچید و از روحها پذیرایی میکرد. شاید فکر کنید که چرا سارا این کارهای بیهوده رو انجام میداده، اما اون مجبور بود برای اینکه آرامش داشته باشه این کارها رو کنه و اگه نمیکرد روحها اذیتش میکردند و حتی دچار آسیبهای جسمانی میشد. او دچار نفرینی شده بود که برای رهایی ازش مجبور بود همیشه در حال ساخت اتاقهایی در عمارت خانوادگیشون باشه و حتی فضای زیبا و راحتی رو برای ارواح فراهم کنه. سارا همیشه پیامهایی از ارواح دریافت میکرد با این مضمون که باید تعداد اتاقهای عمارت رو بیشتر کنه. او از سال 1884 تا 1922 به مدت 38 سال به ساخت عمارت وینچستر ادامه داد و این مکان به دلیل معماری عجیب و غریبش به خانه اسرارآمیز وینچستر معروف شد. این عمارت بیشتر از 24 هکتار مساحتشه و دارای 160 اتاق، 47 شومینه، 2000 در و تعداد زیادی پنجره هستش. ده ها اتاق مخفی و راهرو هم در اونجا وجود داره. برخی از متخصصین متافیزیک میگن که اسلحه وینچستر در اون زمان به خاطر طراحی منحصر به فردی که داشت روان بسیاری از مردم رو تحت تأثیر قرار داد و باعث پدیده های فراروانی و فراهنجار شد. این اسلحه به طرز وحشتناکی بدن قربانی رو از هم متلاشی می کرد و صحنه های دلخراشی رو خلق می کرد. بنابراین علاوه بر مرگ و میرهای زیادی که ایجاد کرده بود، انرژی منفی زیادی هم خلق کرده بود. یک مدیوم حرفه‌ای توی آمریکا به سارا گفته بود که خانواده شما توسط ارواح شرور تسخیر شده و این ارواح از سمت سرخپوستای بومی آمریکاست. همه اعضای خانواده سارا خیلی زود هر کدوم به علت حادثه یا بیماری فوت کردند. او همسرش، پدرش، پدرشوهرش، سه خواهرش و تمام اعضای خانوادش رو از دست داد و تنها وارث عمارت وینچستر و ثروت عظیم این خانواده شد. سارا وینچستر تا زمان مرگش در سال 1922 همچنان به صورت شبانه روزی هر هفت روز هفته به توسعه ساختمان خانهش ادامه داد. خانه وینچسترها هنوز یکی از اسرارآمیزترین عمارتها در آمریکای شمالی به حساب می آید. سارا بعد از مرگ همسرش دیگه نتونست ازدواج کنه و سرانجام در 5 سپتامبر 1922 در سن 83 سالگی فوت کرد و زندگی مرموز و دلهره‌آورش به پایان رسید.
سپس امارت وینچستر تبدیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری در کالیفرنیا شد. این امارت علاوه بر وسیع بودن و برخورداری از دکوراسیون لوکس، بخش‌های عجیبی هم داره. مثلا راهپله‌هایی داخلشه که به هیچ جایی نمی‌رسن و یا پنجره‌های مصنوعی که باز نمی‌شن یا پشتشون دیواره. تخمین زده میشه که بیش از 5 میلیون دلار هزینه ساخت این امارت شده و اکنون یکی از موزه‌های ارزشمند آمریکاست. نظرتون در مورد اتفاقی که برای سارا افتاد چیه؟ و آیا خودتون یا نزدیکانتون تجربه نفرین یا طلسم داشتین؟